دقیقا از زمانی که جمهوری اسلامی این توییت های مشترک رو دید، ترس افتاده تو وجودش که از چه طریقی ما اینا رو بزنیم. خیلی جالب شد تا جمهوری اسلامی دیدین تمام این اپوزیسیون ها با هم یه توییت مشترک دادن و یه جورایی استارت تک صدایی داره میخوره. در جا نایاک هم یه توییت داد، نایاک بازوی جمهوری اسلامی، یه توییت داد که ما مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هستیم و رهبران ایران مردمان داخل ایران هم. کسانی که دارن حمله میکنن به اتحاد این اپوزیسیون، به اتحاد مردم ایران که یه تک صدایی دارن تو زمین جمهوری اسلامی دارن بازی میکنن، چرا که این تک صدایی و این اتحاد شکل گرفته که با جمهوری اسلامی مبارزه کنه. اونش همین نایاک که میاد میگه رهبران این انقلاب بچهای کف خیابون هم مردم داخل ایران هم. یه ادعی هم حالا میگن آقا ما کف خیابون داریم جون میدیم که شما از خارج بلشی بیایی واسه ما رهبریت رو بر عهده بگیر از یه حرفا. این همشون سایبر هم دارن تو زمین جمهوری اسلامی بازی میکنن، چون این انقلاب، این اتحاد شکل گرفته واسه اینکه سازماندهی بشه، واسه اینکه صدای مردم باشه. مسلما بچه های کف خیابون یا آدم های توی ایران نمیتونن بیان با دولت مردان غربی صحبت کنن، توی پارلمان بیان صحبت کنن درباره انقلاب، صدای خودشون بشن. بعد یه عده خارج از این انقلاب باشه که بخواد صدای این انقلاب برسونه به گوش مردم و سازماندهی کنه این انقلاب. چیزی که مشخصه ماهیت کثیف نایاکه، یعنی با این توییتی که اعلام کرد با هر نوع مبارزه‌ای، با هر نوع رهبریتی، با هر نوع اپوزیسیون خارج از ایران مخالفت میکنه. رهبران و اپوزیسیون بعد داخل خود ایران باشن زیر نظر سران نظام؟ نه، این همون اپوزیسیون جلیه که بارها بهش اشاره کردم، احتمال داره شکل بگیره مخالفت کنه با جمهوری اسلامی به خاطر حفظ منافع مالی خودشون. شما اگه مخالف جمهوری اسلامی چرا همچنان داری از برجام حمایت میکنی؟ حمایت از برجام یعنی پول بگیری از غرب بدی به سران نظام، بدی به جمهوری اسلامی، هزینه کنه توی منطقه واسه ناثباتی منطقه و هزینه کنه واسه سرکوب مردم. نایاک بالا بره پای بیاد نماینده مردم ایران نیست، نایاک بازوی جمهوری اسلامیه، نایاک داره پولشویی میکنه واسه جمهوری اسلامی. تمام این سران نظام از طریق نایاک دارن حفاظت میکنن از منافع مالی خودشون که به غرب نشون بدن ما اپوزیسیون داریم، مردم ایران اپوزیسیون دارن، با جمهوری اسلامی مخالفه. باید به قوی ترین شکل نایاک رو محکوم کنیم و روسیاشون کنیم پیش جوامع غربی که اینا نماینده واقعی مردم ایران نیستن، اینا خود جمهوری اسلامی هن. زمان همه چیزو مشخص میکنه ولی ما الان زمان آنچنانی نداریم، باید خیلی تیزبینانه و تجزیه و تحلیل کنیم تمام مسائلی که میاد بیرون.